برنامه رو با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. حکومت فرانسه اعلام کرده که لایحه سلب اقامت مهاجران مخالف ارزش های اساسی این کشور را برای تصویب به پارلمان می فرستد. طبق این طرح، افراد در صورت مخالفت با ممنوعیت نمادهای مذهبی در مکاتب یا تعامل با جنس مخالف به دلیل مذهبی از فرانسه اخراج می شود. در حال حاضر مطابق با قوانین فرانسه، مهاجران تنها در صورت ارتکاب جرم از این کشور اخراج می شوند. سخنگوی حکومت فرانسه گفته که طبق قانون جدید پیشنهادی برای مهاجران در این کشور، فرانسه می تواند کسانی را که رفتارهای شأن با ارزشهای اساسی فرانسه مطابقت ندارد نیز اخراج کند. یک دوره آموزشی با عنوان مبانی خبر مطبوعاتی و روزنامه نگاری با همکاری سندیکای روزنامه نگاران عراق شعبه نجف اشرف در مرکز مطالعات راهبردی نجف الاشرف NCSS از مراکز مرتبط با دفتر مرجع عالی قدر آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی در شهر نجف اشرف برگزار شد. دکتر حمودی العیساوی رئیس سابق سندیکای روزنامه نگاران، خانم دکتر آلا علی المجدی و آقای فراس الدهان از جمله اساتید حاضر در این دوره آموزشی بودند. در نخستین جلسه از این دوره آموزشی موضوعاتی در مورد هنر نوشتن خبر مطبوعاتی، تفاوت خبر، گزارش و تحقیق، تعریف خبر و مراحل سه‌گانه خبرنویسی بررسی شد. زمین لرزه نسبتاً قوی بار دیگر استان هرات در غرب افغانستان را تکان داد. بر اساس گزارش مرکز زمینشناسی ایالات متحده آمریکا، قدرت این زمین لرزه 4.1 ریشتر و مرکز آن در عمق 10 کیلومتری زمین در غرب شهر هرات بوده است. این زمین لرزه در حالی رخ داده است که در کمتر از 2 هفته پیش چندین زمین لرزه قوی و پس لرزه های آن استان هرات را تکان داده بود. به علت هراس از زمین لرزه، ساکنان هرات خانه هایشان را ترک کرده و نزدیک به 2 هفته می شود که در زیر خیمه ها در پارک ها و کنار جاده ها به سر می برند.